سیاره قابل سکونت برای انسان. در سال 1650 جمعیت کره زمین 508 میلیون نفر و در آغاز قرن 20 به 1 میلیارد و 600 میلیون نفر و در سال 1970 به 3.5 میلیارد نفر بالغ می شد. به عبارت دیگر تنها در طول 70 سال جمعیت کره زمین دو برابر شده است و تا سال 2000 یعنی تنها در ظرف 30 سال جمعیت جهان به بیش از 6.5 میلیارد نفر خواهد رسید، یعنی حدود 3 میلیارد و 200 میلیون نفر به ساکنان کره زمین اضافه می شود که از این تعداد بیش از 3 میلیارد نفر در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا سکنا گزیده و تنها 166 میلیون نفر ساکن کشورهای پیشرفته خواهند بود. اگر در سال 1950 کشورهای پیشرفته 33% از جمعیت جهان را در خود جا داده بودند، این نسبت در سال 2025 به 16% کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر نرخ رشد متوسط جمعیت در جهان از 2% در سال 1970 به ترتیب به 1.7% در سال 1989 و 1.5% تا سال 2000 کاهش می‌یابد. این در حالی است که اکنون نرخ رشد سالانه جمعیت در ایران 3.4% است، یعنی نسبتی که تنها از 16 کشور عقب مانده دنیا کمتر است و با احتساب مهاجرت‌ها و پناهندگان کشورهای همسایه در سال‌های اخیر نرخ رشد واقعی جمعیت ایران را باید 3.9% در نظر داشت. در حال حاضر در جوامع صنعتی 24% افراد و در کشورهای در حال توسعه 44% افراد و در ایران 62% افراد را جمعیت زیر 25 سال تشکیل می‌دهند. به بیانی دیگر، در حالی که نرخ تولد به طور متوسط در دنیا 27 در 1000 می‌باشد، این نرخ در ایران به 45 در 1000 رسیده است. در دنیا به ازای هر زن واجد شرایط 4.5 تولد و در کشورهای توسعه یافته 2 تولد به ازای هر زن در نظر گرفته شده است، اما این نسبت برای هر زن ایرانی 6.5 تولد می باشد. جمعیت ایران که در 100 سال پیش 11.5 میلیون نفر بود، در سال 1345 به 26 میلیون، در سال 1355 به 34 میلیون و ناگهان در سال 1365 بالغ بر 50 میلیون نفر شد و در کمتر از 20 سال به حدود 120 میلیون نفر خواهد رسید. اگر به امکانات گوناگون کشور از تغذیه گرفته تا آموزش، بهداشت، اشتغال و مسکن نگاهی واقع گرایانه بیفکنیم، ابعاد خطر عظیم و فاجعه‌ای که در پیش است آشکارتر خواهد شد. مساحت ایران 165 میلیون هکتار است که 2/3 این سطح کویری و کوهستانی بوده و فاقد ویژگی‌های زیستی می‌باشد و تنها 10% آن را استان‌های پرآب شمال تشکیل می‌دهد. در حالی که برای یک زراعت مناسب حداقل به 400 میلی‌متر باران در سال نیاز هست، در ایران به طور متوسط تنها 225 میلی‌متر بارندگی در سال وجود دارد که آن هم به دلیل بهره برداری نادرست فقط از 34% این منبع کمیاب استفاده می شود و بقیه به هرز می رود.
از طرف دیگر چرای بیش از حد و بیموقع دامها که در واقع 2 تا 3 برابر ظرفیت قابل چرای مراتع است و از بین بردن خاک و در نهایت کشاورزی کمک می کند. در واقع هر گوسفند بین 300 تا 700 کیلوگرم خاک را در هر هفته از بین می برد. به طور متوسط هر ساله 4.5% از جنگل های شمال و 300 هزار هکتار از مراتع و 1.5 میلیون تن از مرغوب‌ترین و مساعدترین خاک‌های قابل کشت فرسوده و نابود می‌شود. از سوی دیگر 100 میلیون تن رسوب خاک سالانه در سدهای بزرگ کشور از ظرفیت تولید آب و برق می‌کاهد. به این زوال و انحطاط باید گسترش خزنده و ناگهان غافلگیر کننده کبیر، شنهای روان، شورزارها، خشکسالی، سیلابها و طوفانهای سهمگین را اضافه کرد. این خاکی که روز به روز کارایی تولیدیش را از دست می‌دهد، تنها منبع تولید کننده محصولات کشاورزی برای جمعیتی است که در صورت حفظ رشد فعلیش به ارقامی هراس‌انگیز و واقعیتی دهشتبار تبدیل می شود. در حال حاضر مصرف سرانه گندم برای هر فرد حداقل 180 کیلوگرم در سال است. به عبارتی میزان مصرف کشور ایران سالانه 11 میلیون تن و تولید فعلی آن حد اکثر 5 میلیون تن می باشد. یعنی همکنون کشور سالانه با 6 میلیون تن کسری گندم روبروست که با استفاده از منابع ارزی وارد می شود. در 20 سال آینده با فرض ثابت ماندن مصرف سرانه کشور به 22 میلیون تن گندم نیاز خواهد داشت و در واقع بدون در نظر گرفتن فرسایش خاک ها ایران با 17 میلیون تن کسری گندم مواجه خواهد بود که باز به فرض ثابت ماندن قیمت فعلی گندم در بازار جهانی یعنی هر تن 250 دلار مبلغی در حدود 4.5 میلیارد دلار از اعتبارات ارزی باید فقط صرف ورود گندم شود، آن هم مشروط به آنکه با توجه به کاهش روند ذخیره گندم جهانی در بازارهای بین‌المللی گندم وجود داشته باشد. در مورد دانه‌های روغنی تولید داخلی اینک 140 هزار تن است که در حال حاضر کشور سالانه با 310 هزار تن و در 20 سال آینده با 1 میلیون تن کمبود روبروست. جدا از مسئله تغذیه، یک بُعد دیگر حیاتی مسائل جوامع گوناگون بشری بهداشت و درمان است. تطبیق استانداردهای بهداشت جهانی با وضعیت حاضر و بر مبنای پیشبینی رشد جمعیت در آینده میتواند مقایسه ها و نگرانی ها را معنادارتر کند. طبق استانداردهای جهانی در شرایط مطلوب برای هر 1000 نفر باید 1 پزشک در نظر گرفت. در اروپا برای هر 550 نفر، در شوروی برای هر 270 نفر و در کشور ما برای هر 3000 نفر در حال حاضر 1 پزشک وجود دارد که با توجه به تعداد موجود پزشک یعنی 17000 نفر در 20 سال آینده ایران 103 هزار نفر پزشک کمبود خواهد داشت. به عبارت دیگر در هر ماه می باید 430 نفر پزشک وارد اجتماع گردند. استاندارد بین المللی تخت بیمارستان برای هر 250 نفر 1 تخت است. در آمریکای شمالی برای هر 295 نفر و در ایران برای هر 676 نفر 1 تخت وجود دارد که بدین ترتیب در 20 سال آینده ایران به 400 هزار تخت اضافی نیاز خواهد داشت. و دیگر اینکه برای آن زمان باید 340 هزار نفر پرستار، 240 هزار نفر ماما و 1.5 میلیون نفر بهیار تربیت شوند. و یا به عبارتی می باید از هم اکنون در هر ماه 3 بیمارستان 500 تخت خوابی احداث و 6 هزار نفر بهیار پس از آموزش مشغول به کار شوند.
جوان بودن جمعیت، ابعاد ناشی از مسئله انفجار جمعیت را به خصوص در زمینه آموزش و پرورش گسترده تر و پیچیده تر می کند و ارقامی نجومی را به دست می دهد. در حال حاضر برای هر 234 نفر دانش آموز یک واحد آموزشی با 7 کلاس 33 نفره وجود دارد. اگر نرخ افت تحصیلی در مقطع ابتدایی 5% و در مقطع راهنمایی 23% و در مقطع دبیرستان را 65% فرض کنیم، باز در سال 1388 حدود 29 میلیون دانش آموز وجود خواهند داشت که به 620 هزار کلاس جدید نیاز دارند. به زبان ساده، اگر از همکنون شروع کنیم، در هر ساعت باید 4 کلاس و در هر شبانه روز باید بیش از 13 مدرسه در این کشور بسازیم. عدم وجود سیاست‌های کنترل موالید در سال‌های اخیر، پاره‌ای تغییرات ساختاری در اشتغال و بازار کار و نبودن برنامه‌ریزی نیروی انسانی و همچنین مهاجرت‌های خواسته و ناخواسته و افزایش بی‌رویه جمعیت باعث شده تا الگوی بهره‌گیری ایران از منابع انسانی به یکی از ضعیف‌ترین و ناکاراترین الگوها تبدیل شود. از طرفی به دلیل جوان بودن جمعیت و قرار گرفتن اکثر آنها در ردیف مصرف کنندگان، نیازهای اساسی گسترش یافته و اقتصاد کشور ناگزیر از پرداختن به آنها می شود و به طور ناقص آنها را برآورده می کند. از طرف دیگر به دلیل محدود بودن منابع مالی به ناگزیر از بعضی هدفهای استراتژیک چشم پوشی می شود و در واقع فرصتهای شغلی که بر مبنای این اهداف می توانست ایجاد شود از بین رفته، وفور بیکاری و کمکاری پدید می آید. هر سال حدود 400 هزار نفر روستایی به جمعیت شهری اضافه می شوند. بسیاری از مهاجرین روستایی به استانهای گیلان، آذربایجان شرقی و غربی، همدان و زنجان تعلق دارند که خود از مهمترین قطبهای کشاورزی ایران هستند. مهاجران یا به مشاغل کاذب روی می آورند یا جذب صنایع غیر زیربنایی مثل ساختمان سازی می شوند. و این در حالی است که استراتژی های توسعه کشوری ایجاب می کند که طی 25 سال آینده 12 میلیون شغل جدید ایجاد شود. تا سال 1390 12 میلیون خانوار به خانوارهای کشور اضافه می گردد که به حدود 12 میلیون واحد مسکونی جدید نیاز خواهند داشت. و این در حالی است که 55% از کل خانوارهای اجاره نشین در شهر تهران در زیربنایی کمتر از 50 متر مربع زندگی می کنند. آپارتمان ها نیز که اکثرا خود فاقد حداقل شرایط رفاهی و زیستی هستند، بر رشد کودکان اثر منفی می گذارند و آنها را در مقایسه با نسل‌های گذشته به موجوداتی ضعیف و ناسازگارتر تبدیل می‌کنند. افزایش جمعیت و تعداد اتومبیل و آلودگی هوا تهران را تا 10 سال دیگر طبق برآورد سازمان ملل غیر قابل زیست خواهد کرد.
افزایش جمعیت می تواند سبب ساز بسیاری از این دهشت ها باشد. هراسی که قاعدتاً ریشه اش را نه در فقر فرهنگی بلکه باید در فقر آموزش و نابسامانی های اقتصادی جستجو کرد. در بافت‌های سنتی، زنان کمتر اجازه برای حضور در بازار کار می‌یابند. تعداد زنان شاغل در سرشماری سال 1355 به 1,200,000 نفر و در سال 1365 برابر با 970,000 نفر بوده است. یعنی کاهشی به میزان 230,000 نفر، در حالی که در دهه مذکور 5,000,000 نفر بر جمعیت زنان افزوده شده بود. تعداد زیاد زنان و باروری بالقوه آنها، همچنین بیسوادی و عدم اطلاع از وسایل مدرن جلوگیری از بارداری، گرایش به داشتن فرزند ذکور برای افزایش قدرت تولیدی کار در روستا و در نهایت تبدیل کودک به سرمایه گذاری، معلول پیدایش 900,000,000 نفر بیسواد، 1.5 میلیارد نفر محروم از مراقبت‌های اولیه بهداشتی و 1,750,000,000 نفر محروم از آب آشامیدنی سالم داشته است. 100,000,000 نفر در کشورهای در حال توسعه بی سرپناهند. 800,000,000 نفر که 500,000,000 نفر از آنها کودک هستند در گرسنگی و 1,000,000,000 نفر در فقر مطلق به سر می‌برند. در این کشورها هر سال 14,000,000 کودک زیر 5 سال می‌میرند و 150,000,000 نفر از سوء تغذیه در رنجند. این سرنوشت کم و بیش حاکم بر 76% از ما مردم جهان است. جهانی که 1,000,000 نفر در هر 3 روز به آن افزوده می‌شوند.